مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ولایت و عدالت، تلازم یا تقدم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه، جلسه اول، 38 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعتاً ما توجه داریم که در بین معارف دینی اولویت‌هایی وجود داره که اگر این اولویت‌ها رو نگاه نکنیم تمام حق تبدیل میشه به باطل، تمام راه صحیح تبدیل میشه به راه کج و هیچ نتیجه‌ای به دست نمیاد. نه در دین، در زندگی هم همین طور هست. در یک برنامه‌ریزی اقتصادی برای یک جامعه کافی ما اولویت‌ها رو در نظر نگیریم، با همه نیروی انسانی و سرمایه‌ها و منابع طبیعی کار به سرانجام نخواهد رسید و بلکه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کنه و فقر بیداد می‌کنه، فقط به دلیل اینکه درست مدیریت نشده، به ترتیب کار عمرانی صورت نگرفته، به ترتیب خرید صورت نگرفته، به ترتیب، یعنی به ترتیب اولویت، به صادرات پرداخته نشده و اهمیت ها رو در نظر نگیریم در هر زمینه ای یقینا خطا خواهیم کرد. من همیشه این مثال رو میزنم. ما تصادف کرده بودیم توی راه تبلیغ، داشتیم میرفتیم، ماشین چپ کرده بود و بالاخره این دست ما در رفته بود، اومده بود روی سینه ما. خیلی درد عجیب غریبی هم داشت و مدت ها طول کشید تا از بیابون رسیدیم به بیمارستان و از اونجا تا دکتر اومد بالای سر ما و ما دیگه در حال احتضار بودیم. به این آقای دکتر گفتیم آقای دکتر این دست ما رو درستش کن. گفت نه، شما فعلا یه خون از بینیت اومده، شاید ضربه مغزی شده باشی، اول باید بریم به مغز برسیم. حالا مراحل عکس برداری از مغز و نمیدونم مراحلی که ببینه ضربه مغزی شده یا نه، میگفت همه این درد رو باید تحمل بکنی، اولویت با اونجاست. دوستان توجه کردن چرا این مثال من میچسبه دیگه؟ من از صمیم دل این مثال رو برای شما نقل میکنم چون تجربه بسیار فراموش ناشدنی خود بنده است. و اون آقای دکتر درست میگفت، من ممکن بود درد تحمل بکنم. گفت اون دستت چیزی نیست، فقط درده، هیچی نیست، درستش میکنم. بذار ببینم اول ضربه مغزی شدی یا نشدی. اگر ضربه مغزی شده باشی بیهوشت کنم دیگه به هوش نمیای. اول اون ولش کن، اینو بذار باشه و اولویت ها رو رعایت میکرد. خیلی ساده است، هر جایی شما اولویت ها رو رعایت نکنید تمام این حرفای خوب در کنار همدیگه تبدیل میشه نتیجهشون به نتایج بد، به حرفای بد. در قصه صفین شما دیدید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود قرآن ها رو بزنید. الان قرآن حکمش این است که با معاویه بجنگید. اونتا اونا قرآن سر نیزه رو ترجیح دادن، اولویت ها به هم خورد، پیروزی شد، شکست. معلومه، من دیگه توضیح ندم. دو مفهوم بسیار کلیدی رو بنده میخوام صریحاً با هم مقایسه بکنم و از این مقایسه معارف بسیار زیادی دستمون میاد در جوامع پیشرفته در دینداری، نه در جوامعی که در وضعیت
ابتدایی و بدوی به سر میبرن. جامعه ما این مسئله درش خیلی حیاتیه. یکی مفهوم عدالت که در کلیدی بودن مفهوم عدالت هیچ کسی تردید نداره. عدالت برای پروردگار عالم شده دومین اصل اصول عقاید ما، تا برسه عدالت در حیات اجتماعی و فردی که هم مهمترین وصف یک انسان سالم است که امام جماعت باید عادل باشه، و هم برای حیات جامعه حیاتی ترین امر، که جامعه‌ای که درش عدالت نباشه این جامعه نابسامان خواهد شد. در کلیدی بودن مفهوم عدالت هیچ تردیدی نیست. از اون طرف یک مفهومی هم داریم به نام مفهوم ولایت. اون مفهوم هم کلیدیه در جای خودش، به حدی که می‌فرماید ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه. به هیچ چیز ندا داده نشده آنچنان که ندا داده شده برای ولایت. خیلی روشنه. ما در مورد ولایت دیگه در جمع شما لازم نیست صحبت بکنیم. شما دیگه مضامین زیارت جامعه رو همتون از بحرید و همتون میدونید که اگر ولایت کسی نداشته باشه نمازش هم قبول نیست، عبادتاش هم قبول نیست. حالا عدالت مهمتره یا ولایت؟ چون شما دارای سوابق روشن مطالعاتی و شیعه‌گری هستید حتما پاسخ این سوال رو اجمالاً میدونید، حتی تفصیلاً هم ممکنه بدونید که ولایت حتی از عدالت هم مهمتره. خب مسلمه اگر ارزش عدالت ولایت در میون نباشه هیچ چیزی ارزش نداره من جمله عدالت. اگرچه ممکنه منافعی برای مردم در پی داشته باشه، منتها زدن این حرف بعضی جاها به این آسونی هم نیست. اونجایی که مردم تشنه عدالتن یه دفعه شما اولویت ولایت رو مطرح بکنی ممکنه یه دفعه احساس بکنن تو بخوای او رو از عدالت یعنی تأمین حداقل منافعش محروم کنی، یا به عدالت که تأمین کننده حداقل منافع او هست اعتنای لازم رو نمی کنی. وقت جنگ مغلوبه میشه. عدالت مهمتره یا ولایت؟ ولایت. اما این حرف رو به این سادگی نمیشه هر جایی گفت. به همین دلیل باید عمیقاً این حرف رو بشناسیم و عمیقاً در جان خودمون و در جامعهمون جا بندازیم، تا اگر یه زمانی موقع اولویت بندی پیش آمد بتونیم درست اولویت بندی بکنیم، جامعهمون بتونه درست اولویت بندی بکنه. این خیلی نکته مهمیه. ما عدالت تقدم دارد بر ولایت یا عدالت مهمتر است از ولایت؟ یعنی اولویت دارد یا اولویت؟ ولایت هم اولویت دارد بر ولایت، عدالت هم اولویت داره. اصلا عدالت بدون ولایت ارزش لازم خودشو نداره. حالا من میگم ارزش لازم خودشو نداره برای اینکه حسن قبح ذاتی رو انکار نکرده باشم، ولی عملا نتیجه نخواهد داد. دلایلشو عرض خواهم کرد انشاءالله. و هم اینکه اول باید ولایت مستقر بشه تا بعدش بشود به توان عدالت را مستقر کرد. این حرف اینقدر حساب شده است که حتی اگر شما بتونید یه مقداریم عدالت رو قبل از استقرار ولایت اعمال بکنید باید صبر کنید، اول ولایت برقرار بشه بعدا نوبت عدالت میرسه. منم زیاد نمیخوام به اثبات این مدعا بپردازم، با یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام در یک مقطع حساسی این قضیه کاملا روشن‌تر میشه برای ما. به حواشی و نکات پیرامونی اون بپردازیم.
ابو دردا و ابو هریره از طرف معاویه نامه ای آوردن به علی ابن ابی طالب دادن که خب قاتلین عثمان رو به من بده، من قصاص کنم، من ولی دم او هستم. حالا حضرت پاسخهای متفاوتی جاهای مختلف دادن. یکی از این پاسخها این است که حالا شما چه ربطی داری به عثمان و خیلی از مطالب دیگه که بگذاریم. اما یه بحث خیلی فنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخی که به این دو نفر دادن مطرح فرمودن که من بخشی از این سخن بلند رو خدمت شما نقل میکنم. میفرماد فالواجب و فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتلوا، واجب بر مؤمنین و مسلمان ها در حکم خدا و در حکم اسلام اون چیزی که واجبه اینه، یعنی اگر توی همچین موقعیتی اگر امامشون فوت کنه یا امامشون به قتل برسه اول باید چیکار کنن؟ حالا حضرت توضیح کاملی هم میدن، دالن کان او مهتدین، مظلومن کان او ظالمن، حلال الدم او حرام الدم. این رهبر جامعه دینی، خب اونا میخواستن خون عثمان رو در واقع انتقام بگیرن دیگه، قصاص بکنن، او آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه، خونش حلال باشه یا خونش حرام باشه، مظلوم باشه یا مظلوم نباشه، ظالم باشه، به هر حال قبل از این که ما بخوایم اقدام بکنیم به هر چیزی باید چیکار کنیم؟ ان لا یعملوا عملا، هیچ کاری نباید بکنه کسی، ولا یحدثوا حدثا، هیچ اتفاقی نباید بیفته، هیچ حادثه نباید رخ بده، ولا یقدموا یدن ولا رجلن ولا یبدعوا بشیء، دوباره همون تأکید، هیچ کاری نباید آغاز بشه قبل ان یختارو لانفسهم امامن، قبل از این که یه امام داشته باشه جامعه اول باید بره امام. ببین روشن قرض امیرالمومنین معاویه، تو میگی اول ما میخواییم عدالت اجرا بکنیم، خون عثمان رو قصاص بکنیم، من به شما میگم چی؟ اول امام باید داشته باشه جامعه، اول تو به بیعت کن. او بیعت خودش رو مشروط کرده بود به این که بله اگر قصاص بشه من میام بیعت میکنم. اینجا کاملا میبینید تو این موقعیت صریحا نشون داده میشه که عدالت در اجرای حکم بسیار مهمی، در اجرای حکم بسیار مهمی مثل تعیین تکلیف قصاص خون خلیفه. یعنی یه اول آدم معمولی کشته نشده، خلیفه مسلمین بوده، امیرالمومنین هم اینجا کاری نداره که آقاشون به حق کشته شده یا نابحق، آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده، خیلی روشنه ها. یعنی شما فرض بفرمایید که آقا ایشون آدم خیلی ایدئالی بوده، اصلا مظلوم کشته شده، اول باید چیکار کنیم؟ اول باید قصاص کنیم؟ نه، اول باید چیکار کنیم؟ امام داشته باشیم. در بحث مختار در تاریخ یکی از بحثایی که از همینه دیگه، آیا تو اینو با اجازه امام انجام دادی یا همجوری سر خود؟ که حالا بحث هست و دیگه گفتگو میشه تو این زمینه، میگن انشالله اجازه داشته از امام، منتها خب امام در مضیقه و تعینایی بودن که حالا ایشون یه جوری بالاخره این اجازه رو کسب کرده بوده. حتی خون ابا عبدالله الحسین رو میخوای انتقامش رو بگیری رو حساب فرمان چه امامی؟ اول امام باید داشته باشه آدم، بعدم بره دنبال اجرای عدالت. اجرای عدالت برای یه امر بسیار مهمی مثل خون خلیفه. حالا من اینجا نمیخوام ازش این بحث رو، یعنی فایده حد اقلی ازش بگیرم، ولی یه حاشیه اینجا بزنم به عنوان یک فایده مختصر. این قابل توجه کسانی که دنبال اجرای عدالت بودن برای کسانی که صدماتی خورده بودن در این فتنه 88 و اجرای عدالت درباره اونها رو مهمتر می دیدن از تحکیم پایه‌های نظام و این رو مساوی می دونستن جرماشون رو. یعنی کسی اومده پایه نظام رو داره
سست میکنه، اصل امامت رو داره مخدوش میکنه، میگه خب اونم اشتباه کرد، یه کسی هم غیر عادلانه رفتار کرده، این دوتا رو با هم یکی میگرفتن. دقت فرمودید چقدر قبل ان یختارو لانفسهم امامن. حالا اینا نکاتی است که بعد ما باید برگردیم کار کنیم و بهره برداری کنیم از این نکات. یجمع امرهم عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنه، یجمع امرهم و یحکم بینهم و یاخذ للمظلوم من الظالم و یحفظ اطرافهم و یجبی فیعهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و یجبی صدقاتهم. این حالا کارکردهای امام رو توضیح میده که حالا ما بر انشالله بگردیم بعدن به این کلام حضرت. اول باید جامعه امام داشته باشه که این کارا رو بکنه، این کار باشه. ثم یحتکمون الیه فی امامهم المقتول ظلما، سپس میاد در مورد عدالت رو اجرا میکنه. در مورد حالا نه عدالت یه قرون دوزاری ها که مثلا پول جا به جا بخواد بکنه یا قتل یک کسی آدم معمولی، امام جامعه رو حضرت میفهمه. فرض که اون امام هم حتی به حق باشه، خیلی روشنه. لیحکم بینهم بالحق فان کان امامهم قتل مظلوما حکم لاولیائه بدمه و ان کان قتل ظالما انظر کیف کان الحکم فی هذا. اگر این امام مظلوم باشه چجوری حکم میده دیگه؟ حالا اون بعدشه، یعنی آقای معاویه اول شما تکلیفتو با امامت روشن کن، تو اول تکلیفتو با ولایت روشن کن، حالا میخواد برید سراغ عدالت. دوباره حضرت به عبارت دیگری این رو تصریح میفرمایند، خارج از این موقعیت اساسا ان اول ما ینبغی للمسلمین ان یفعلوه، اولین چیزی که مسلمین سزاوار است انجام بدهند آن را این است که ان یختارو اماما یجمع امرهم. اول باید چیکار کنن؟ امام داشته باشن که این امام امر جامعه رو جمع کنه، همون جمع جور کردن فارسی که ما میگیم. یا حضرت زهرای اطهر فرمودن که امامتنا نظامن للامه، خدا امامت ما رو مایه نظام بخشیدن به امت قرار داده. از همون عبارت جمع همون ادبیات فارسی هم همینجوری استفاده میکنیم. اول یه امامی باشه جامعه رو جمع بکنه، بعدم برو سراغ چیزای دیگه. بعد میفرماید ان کانت الخیرت لهم و یتابعوه و یطیعوه و ان کانت الخیرت الى الله عز وجل و الى رسوله فان الله قد کفاهم النظر فی ذلک والاختیار. میفرماید حالا این دو حالت داره، جالبیش اینجاست. اولین کاری که باید بکنن، امامی باید داشته باشن که امرشون رو جمع بکنه. حالا این امام یا امامیه که خودشون انتخاب کردن یا امامیه که خدا تعیین کرده. یعنی این بحث فقط مال امام معصوم نیست. آقا مردم به ظلم رفتن خودشون یکی رو انتخاب کردن، علی بن ابی طالب رو خون‌نشین کردن. امیرالمومنین میفرماد باشه، اول اون بعدن عدالت. چقدر نقش امام، نقش امام هم از بین همه نقشه ها که قبلا فرمود یک کلمش رو اینجا تکرار میکنه، یجمع و امرهم، ثبات اجتماعی ایجاد بکنه. این کانت الخیرت لهم و یتابعوه و یطیعوه و این کانت الخیرت الالله عز و جل و الی رسوله. چه خدا انتخاب کرده باشه چه، بعد خودشو توضیح میده. حضرت میفرماد منو اگه میخوایی رو حسابی که مردم بهم رأی دادن چی بکنی؟ بله مردم همه جمع شدن. اگه میخوایی رو حساب خدا پیغمبر در نظر بگیری، خب خدا پیغمبر هم که منو انتخاب کردن از اول. وقتی که امیرالمومنین بحث ولایت میکنه، اینقدر اینجا عقلانی نگاه میکنه، راه در رو برای کسی نمیگذاره. نه اینکه چون من امام معصومم مسئله من مهمتر از عدالته. و اساسا نمیشه که جامعه بی نظم به هم ریخته، سامان نداره، امامتی در این جامعه نیست، رهبری نیست،
بعد همین جوری تو میخوای بری دنبال عدالت، اونم عدالت به این اهمیت. معلومه که عدالت یک مفهوم بسیار شیرین و جذاب به ویژه برای محرومین، ولی امامت مهمتر از اونه. معمولا یه آسیب اینجا وجود داره، اون آسیب رو ازش امشب صحبت کنیم. اون آسیب چیه؟ اون آسیب اینه که خیلی از اوقات شیرینی عدالت به سهولت بیشتری چشیده میشه تا شیرینی امامت و ولایت و اهمیت مفهوم عدالت یا تعیین مصداقش در جامعه. مگر اینکه جامعه انقدر به هم ریخته بشه تا مردم قدر یک امامتی که صلابتی داشته باشه و ثباتی به جامعه بده رو بفهمن، و الا مردم عموماً با عدالت بهتر رابطه برقرار میکنن. همون مردمی که دنبال امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن، دنبال عدالت علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن. از بس بهشون ظلم شده بود، گفتن آقا جون شما بیا، حضرت قبول نمیکرد. داره در روایات حضرت از مدینه بیرون رفته بود برای اینکه گیر مردم نیفته، اینا الان بعد از عثمان میان سراغ من، رفته بود بیرون. چرا؟ برای اینکه میدونست مردم عدالتگرا هستن، ولایتگرا نیستن، و سر به زنگاه که میرسه ولایت رو تنها میگذارن. چرا عدالت شیرین تره؟ برای اینکه بالاخره هر کی هر ظلمی بهش شده باشه میگه آخ عدالت، همه مظلومین عالم عدالت رو میفهمن، همه محرومین عالم عدالت رو میفهمن. ولی آیا همه اونایی که عدالت رو در حد و اندازه‌های خودشون ها، نه اینکه حالا متخصص امر عدالت بشن، در حد و اندازه‌های خودشون ضرورتش رو میفهمن، ولی آیا اونایی که ضرورت عدالت رو میفهمن همشون لزوما ضرورت ولایت رو هم میفهمن؟ و ضرورت آدابی که برای ولایت مداری لازمه رو میفهمن؟ میفهمن که اگر بابا یک ذره بخواد آدم ولایت رو تضعیف بکنه، این اثرش در جامعه میلیاردی ظلمه. ولی عدالت فهمیدنیه. شما بگو آقا من با عدالت میتونم مایی 100,000 تومان به شما بدم از پول بیت المال مسلمین، مال خودتونه. آخه خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده، بدرت کن بیاد خدا، هر دینی داری هر مذهبی داری مذهبتو شکر بده، بده بیاد خدا خیرت بده. عجیبا، حالا ما 5 تا بچه داریم میشه چقدر؟ با 2 تا 700,000 تومان 700,000 تومان حقوق به من نمیدادن، اصلا برق مصرف نمی کنیم، همش فانوس روشن میکنیم، اصلا یه کار دیگه میکنیم، تو بده بیاد. این توضیح نمیخواد. قشنگ شما میتونید عدالت رو ملموس مثل قاشق عسل بذارید تو دهن همه، با سواد بی سواد، با دین بی دین، همه جور آدم. اما حالا شما بیا بگو ولایت مداری امر مهمی است، میگه چی میگه آقا؟ بهش بگو آقا نظر شما نسبت به ولایت چیه؟ میگه نظر چی؟ حالا توضیح بده چیزه. ببین این از اول کلام از اول کلام یعنی از اول دردسره، منظور این که آقا بله. حالا ما اگه عدالت داشته باشیم یه مقایسه بکنیم بین این دوتا، از مقایسه‌ای که می‌خوایم صورت بدیم. اگر ما بخوایم عدالت داشته باشیم، با عدالت موجب میشیم چیکار کنیم؟ مردم به پولی که لازم دارن برسن، به حقی که لازم دارن برسن، بهشون ظلم نشه. مثلا چقدر میشه؟ مایی 100,000 تومان. خب خدا خیرت بده. بعد اگه ولایت لطمه بخوره چی؟ ما 1,000,000,000 تومان مردم ضرر میکنن، قتل عام میشن، نوامیسشون بهشون تجاوز میشه، تا قرنها و نسلها دیگه سر بلند نخواهند کرد. مردم اگه بتونن محاسبه بکنن ضرر بی ولایتی رو با ضرر بی عدالتی رو، بشه محاسبه بکنن، میگن آقا
دم بی‌عدالتی گرم بی ولایت نشیم که نوامیسمون به تاراج خواهند رفت. ببینید اطرافتون رو نگاه کنید، اطرافتون یه نگاه کنید، مردم مظلوم بحرین چیکار بکنن؟ کی میتونه اینا رو نجات بده تو این دنیا؟ چه یاری دارن غیر از خدا؟ اگر سنت‌های الهی نباشه چه چشم اندازی برای نجات اونا هست؟ سه برابر مردم بومی اونجا که عموما شیعه هم هستن از خارج از کشور دشمن شیعه آوردن اونجا، کارت اقامت بهشون دادن، از کسانی که تو کشورهای خودشون بگیرن میبرنشون دادگاه اعدامشون میکنن. ما چیکار کنیم؟ مردم چی کار کنه؟ چرا استاد دانشگاه اخراجش میکنه، مدرسه بیرونش میکنه؟ اصلا راحت، هیچی مملکت معطل اونا نیست. اینا نه با تحصن، نه با اعتصاب، با هیچی نمیتونه مبارزه کنه. حسابشون مثلا میره. اینا نتیجه این است که جامعه محروم باشه از ولایت. من قول به شما میدم اگر اسرائیل ببینه با ماهی 100 هزار تومان حاضره به ایرانی‌ها یکی 500 هزار تومان ماهی بده، بگه شما فقط دست از ولایت بردارید، اونم نه دست بردارید، یه کمی بیخیالش بشید، ما قبول داریم. ما اصلا خودمون اصلا ارسال میکنیم براتون از حساب بین‌المللی برای همه تون باز میکنیم میفرستیم، چون در دراز مدت 10 برابر این ماهی 500 هزار تومن رو سودش رو خواهند برد. نه اینکه اونا هم دنبال این باشن که کار عقیدتی با ما بکنن، نه 10 برابر سود اقتصادیش رو به جیب خواهند برد. می نمیبرن، میبرن، حسابی هم میبرن. الان شیر نفت عراق رو باز کردن اینجوری تو نفکشای خودشون، بزن بره امریکایی ها، برو رفتیم، کی حساب میکنه چند بشکه بردی چیکار کردی؟ برو کشاورزی کن، نون تو در بیار دیگه. همه مملکتشو خراب میکنه، بعد میگه بیا قرارداد ببندیم درست کنم برات، 10 برابرم دوباره پول میگیره، پول خرمایی هم که داشت دوباره یه جور دیگه ازش میگیره، فقط پول میگیره، فقط میبره، فقط شغل برای کارگرای خودشون درست میکنن. ولایت نباشه اینجوری میشه، ولی عدالت نباشه چی میشه؟ این 100 هزار تومن دو روز دیرتر گیرمون میاد، 2000 کمتر گیرمون میاد. سخت این روشن کردنش برای برخی سخته. ما یک جمله بگم، گردر خانه کس هست چند حرف بس هست؟ یه دیگر. ما تا قبل از ظهور همه جور امتحان باید بدیم. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی مورد اقبال مردم قرار گرفت که مردم به عدالت نیاز داشتن، یکمی که با این عدالت تامین شدن، بی خیال ولایت امیرالمومنین شدن، شروع کردن بی حرمتی کردن به ولایت امیرالمومنین، بعد افتادن به چه بدبختی. فرمود لقد کنت امیرا فاصبحت الیوم مأمورا، من امیر شما بودم الان شدم مأمور. بله اون موقعی شما را امیر میخواستن که به عدالت برسن، یعنی با عدالت قسمتی از منافعشون تأمین بشه. حالا مردم که متوجه نمیشدن اون زمان که بابا این حداقل عدالت علی ابن ابی طالبه، باش تا صبح دولتش بدمد، بذار کار علی به سامان پیدا بزن، ببین چی کار میکنه برای شما؟ نه بس دیگه، همین یه مقدار عدالت قارتمون نمیکنه، مثلا بنی مروان دیگه حالا کافیه دیگه، دستمون به دهنمون رسید، راحت شدیم.
بابا این عدالت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب رو کنار بزنی، ظلمای وحشتناک به شما خواهد شد. پیچیده است دیگه، اینا رو نمیبینن معمولا. اصلا تمام این فتنه ها و ظلمه هایی که در عالم میشه نه برای اینه که مردم ظلم رو بفهمن چیه، عدل رو بفهمن چیه، مظلوم رو بفهمن چیه. نه، فلسفهش نیست. همه مردم عالم همین الان هم کما بیش میتونن این چیزها رو بفهمن. باید به این مفهوم برسن که آقا راه برطرف کردن ظلم و راه استقرار عدالت و رفع مظلومیت و محرومیت ولایته. اینو باید بهش برسن و انقدر عمیقا به این پی ببرن که نه تنها حد اقل ولایت را برای عدالت نخواهند، که حد اکثر ولایت را بخواهند، چون میدانن ثبات عدالت، تداوم و استقرار عدالت با تحقق کامل ولایته. اینو باید درک کنن. چه عرض کنم؟ بریم کم کم سراغ روزه هامون. چرا قبل از این حرفا در خونه علی ابن ابی طالب علیه السلام نرفتن؟ برای اینکه یه نیمچه عدالتی براشون بود بی خیال ولایت. این خیلی حرف خطرناکیه، یعنی صحنه خطرناک. حرف که درسته، صحنه خطرناکیه. یه دفعه شما مجبور میشی تک تک آدمای جامعه تو نسبت به مقایسه این دو مفهوم، ترجیح عمیق ولایت و این اولویت، هوشیار بکنی. خدا چه کارایی رو دست آدم میگذاری بابا. ما کار زندگی داریم. نخه، باید بری توضیح بده، جا بندازی حسابی. باید همه براشون مفهوم ولایت جا بیفته. حالا اینقدر هم جا نیفتاد اجمالا میدونه خوبه دیگه. نه، باید حسابی جا بیفته، چون ما میخواییم یک حکومت جهانی جاودانه مستقر کنیم روی زمین. برکات ولایت رو باید بهش توجه کرد و یکی از اون برکات رو یادمون باشه که عدالته، و الا آدم پناهی نداره. و الا اگر ولایت نبود، وقتی بی عدالتی بهت شد، تا وقتی عدالت بود خوشخوشونته، اما بی عدالتی بهت شد دیگه نمیتونی کاری بکنی. مردم بحرین رو ببین، دیگه دستشون به جایی نمیرسه. جز خدا سبب سازه، انشاءالله خدا سببهای لازم رو ایجاد بکنه و دستشون به جایی برسه. توی جزیره محدود چی کار باید بکنن اینا؟ ای خدا چی کار باید بکنن؟ ناله های اونا یا صاحب از زمان میگن اثر داره، نه اینکه ما اثر سیری. آقا خب تشریف بیارید خوبه دیگه، ما هم هستیم اجمالاً کلاً موافقیم. اونا الان ناله میزنن، اون بی پناه ها. الهی من بمیرم برای خانه علی ابن ابی طالب، که فاطمه زهرا وقتی از سخنرانی فدکیه خودش برگشت گفت علی ببین دارن چه میکنن. علی ابن ابی طالب صدا زد فقل حسبی الله. فاطمه بگو خدا برای ما بس، ما پناهی نداریم. ترجمه کنم یه حرفو برای شما؟ دیدم پهلوت شکست اما ما پناهی نداریم، دیدم تو رو تازیانه زدن اما ما پناهی نداریم، ما بی پناهی. ما پناهی نداریم. علی جان به کی شکایت کنم؟ به کسی رو نداریم شکایت بکنیم، کسی رو نداریم شکایت بکنیم. اون وقت اینجا بود که فاطمه دست حسن اینو میگرفت میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا، اینقدر گریه میکرد. عجب مناجاتایی داره فاطمه،
عجب زبان حالای اونجاست. انشالله برید مدینه، برید کنار قبر حمزه پیغمبر. البته اونجا اینجوری با صدای بلند گریه کنی همون تازیانه ها هنوز کار میکنه، میان میزنن. قبل از فاطمه زهرا مدینه کسی گریه میکرد تازیانه نمیزدن، آزاد بود. بعد از فاطمه دیگه هر کی گریه بکنه میزنن. هنوز هم اینجوری 1400 ساله میزنن. مناجات ها و زبان حال فاطمه رو تصور کنید. فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها رو با حمزه سید الشهدا. عموی نازنین من اگر تو بودی منو تازیانه نمی زدن، اگر بدونی چجوری منو سیلی زدن. عموی غیرتی من که وقتی دیدی خاکستر رو سر پیغمبر ریختن غیرتی شدی، شمشیر کشیدی، رفتی گفتی دیگه تا من زنده ام کسی به پیامبر جسارت کنه با شمشیر من طرف خواهد بود. عموی نازنین من، عموی غیرتی من، تا وقتی تو بودی کسی جسارت به پیغمبر نکرد. پیامبر تازه توانایی دفاع از خودش رو داشت، سلحشور بود، اما تو انقدر غیرتمند بودی. عموی نازنین من بلند شو ببین، دست به دیوار میگیرم راه میرم. بلندشو نگاه کن فاطمه، بلندشو نگاه. من پیشنهاد میدم یه شعرهایی درست بکنی از زبان حالای حضرت زهرا خطاب به حمزه سید الشهدا. اونجا چقدر گریه کرده این عمو بگه. اصلا تو تاریخ این عمو نمیدونم چه ویژگی داره، باید بمونم اینجوری. بچه ها دختر بچه های فاطمه هم عمو عمو میگفته. اصلا همون زبان حالای دخترهای ابا عبدالله الحسین رو، زبان حال 3 ساله امام حسین رو که به ابوالفضل العباس میگه، همون ها رو اینجا بخونیم. فاطمی هست دیگه. اما اگر تو بودی کسی ما رو سیلی نمیزد. اما اگر تو بودی کسی در خانه ما رو آتش نمیزد. اگر آتش میزد لگد به در نمیزد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. مردم ما ولایت مدار قرار بده. خدایا در اثر تحکیم ولایت برکات آن رو شامل حال این مردم ولایت مدار بگردان. جامعه ما جامعه نمونه برای اهل عالم قرار بده. به برکت ولایت مداری مردم جامعه نازنین ما، عدالت را برای مردم جهان برمغان بیاور. هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.